درود بر شما همیهنان گرامی، آرتمیس علی‌آبادی هستم و با برنامه پیش به سوی ایران شهر در خدمتون هستیم از چنل وان. برنامه از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی است و در این برنامه با جناب استاد دکتر زرتشت ستوده، ایرانشناس پژوهشگر و استاد دانشگاه، گفتگو میکنیم. مباحثی که در این برنامه هست درباره مفاهیم ایران شهری است. ایران شهر به کجا میگن؟ ایران شهر یعنی چی؟ چه قومی بودن و چگونه ویژگی‌های فرهنگی داشتند؟ و در مورد تمام مفاهیمی که درباره ایران شهر گفتگو میکنیم در جهت ارتقای آگاهی های همیهنانمون در درون ایران، و ما امیدواریم که دانشجویان در درون ایران به این برنامه به عنوان یک کلاس درس تکمیلی نگاه کنن و استفاده کافی رو از این برنامه ببرن. نخست چکیده از 4 برنامه پیشین رو براتون اینجا به طور خیلی سریع خدمتون عرض می کنم. در این برنامه ما نخست این پرداختیم که واژه ایران شهر از کجا آمده و ایران شهر یعنی چی. بعد گفتیم محدوده جغرافی ایران شهر که از آسیای میانه تا قسمت های از عراق و سوریه کنونی است و از شمال به قفقاز و از جنوب به خلیج فارس محدوده جغرافیایی ایران شهر بوده. سپس پرداختیم به این که جز به فرهنگ و ویژگی های فرهنگی ایران شهری چه چیزهایی بوده که ما در اون پرداختیم به اینکه واژه شاهنشاه از دوران واژه است از فرهنگ ایران شهری برآمده از دوران داریوش بزرگ، و سپس به اینکه آموزش، آموزگاری و هیربودی از ویژگی های فرهنگ ایران شهری بوده. سپس به این پرداختیم که زبان ایران شهر زبان هخامنشی یا زبان آریایی بوده است. دیوان سالاری، خردمندان و روشنبینان و سیستم اداری بر دست خردمندان چرخیدن از ویژگی های فرهنگ ایران شهری بوده، استفاده از نخبگان و شایسته سالاری و فراهم کردن نوشته یا کتاب سازی یا دبیرسازی که از پوست گاو نخست تهیه می شد، و سپس ما با این آشنا شدیم که ایرانیان نخستین مردمی در جهان بودن که برای نگارش، نوشتار و کتاب انقدر ارزش قائل بودن که نوشتار رو بر طلا حتی حک می کردن. سپس اومدیم به این پرداختیم که از ویژگی های بنیاد ایران شهر شهرنشینی بوده. ایرانیان در دوره های گوناگون شهرنشین بودن و به خاطر یک جانشینی و شهرنشینی توانستن تمدن بزرگی ایجاد کنن و این رو به سایر ملل هم آموزش بدن. از ارزش های دیگر فرهنگ ایران شهری علاقه به میهن، خاک یا آبادی است و این عشق و علاقه به یک جانشینی و فرهنگ هم میهنی یا هم آبادی بودن با دیگران موجب شده که یک همپیمانی یا یک نزدیکی بین ایرانیان ایجاد بشه. سپس به این پرداختیم که ایران تنها کشوری است در جهان که نام تیره یا قومی که در آن زندگی می‌کردند، نژاد آریایی، بر نام کشور نهاده شد که این بر زبانمان هم نهاده شد و این در هیچ کشوری در هیچ جای جهان چنین چیزی رو شما ندیدید. از شهرنشینی به این پرداختیم که برای نگهداری از 4 گوهر آفرینش، زمین، آب، آتش و خود منش ایران شهری، ما یک جانشین شدیم و شهرنشین شدیم و شهرنشینی ایجاد پیمان بین قشرهای گوناگون اجتماع کرد. شهردار، مردم، آموزگار، همسایه، همسران با هم، و نتیجتا حلقه ازدواج رو توضیح دادیم که دست دادن و پیمان دادن با یکدیگر بود که از ویژگی‌های فرهنگ ایران شهری بود که به صورت حلقه در آمد و این در آرم اهورامزدا که فروهرم که می‌بینید در دست اون مردی که اون میان اون آرم هست شما می‌تونید حلقه رو ببینید که نشان پیمان هست. و بعد اومدیم در رابطه به دوستی، مهربانی، رواداری از ویژگی‌های ایران شهری صحبت کردیم. اینکه شادی، خوشی، جشن و با یکدیگر با شادمانی زندگی کردن از ویژگی‌های ایران شهری بود و اندوه و دروغگویی مذموم و ناپسندیده بود. بعد اومدیم به این پرداختیم که زندگی شهرنشینی در ایرانیان، ایجاد روش‌های گوناگون و ایجاد شیوه‌های گوناگون پوشاک، خوراک و سایل زندگی رو کرد. و پس از اون اومدیم به این پرداختیم که پایتخت
از کجا ایجاد شد؟ به خاطر اینکه ما لوازم زندگی خیلی پیشرفته ای داشتیم و تخت شاهنشاه در هر جا قرار می گرفته، نام پایتخت اونجا می گذاشتن. بنابراین واژه پایتخت هم از ایران به همه جهان صادر شد. در واقع پدیده ارمغان و هدیه گفتیم یک پدیده ایرانی بود که با اندیشه از اندیشه یزدان بزرگ به پاس نیکی که نیکان انجام دادن به آنها ارمغان داده شد. جام، تیر و کمان نشانگر ارمغانی بود که یزدان به نیکوکاران داده، و در دیوارهای تخت جمشید در دست افراد میبینید که این ارمغانهای جام و تیر و کمان دیده میشه. بعد در این باره گفتگو کردیم که باغ از واژه بغ به معنی باغکاری و بوستانکاری آمد، از خداوند بغ به معنی خدا، و این یکی از ویژگی هایی بود که میگفتن یزدان دوست داره که نیکوکاران انجام بدن، بنابراین ایرانیان باغداری، بوستانکاری و پردیس‌سازی از دستاوردهای فرهنگشون بوده. مجراسازی، کانالسازی که ما میبینیم واژه کانال امروز از همون کان واژه فارسی خودمان اومد، از مشخصات فرهنگ ایران شهری است. و ویژگی دیگر دهگان یا نگهبان ده یا نگهدار فرهنگ شهرنشینی، که اون ده یک عده‌ای بودن که در جایی که ساکن می‌شدن و آبادی رو ایجاد می‌کردن، اینم باز از ویژگی‌های فرهنگ ایران شهری بود. اومدیم در این باره گفتگو کردیم که آجر از ویژگی‌های معماری ایرانیان بود. ایرانیان آجر رو برای نخستین بار در جهان ساختند و بر آن لعاب گذاشتند که در تخت جمشید و در همینطور پیش از تخت جمشید در چوغازنبیل در جاهای دیگه ایران جز معماری ایرانیان شما خواهید دید که لعاب بر آجر نهاده شده. بعد اومدیم در این باره گفتگو کردیم که پست واژه است که از ایران به همه جای جهان صادر شد، که ما به آن پشت میگفتیم. در ایران ارتباطات به خاطر زندگی شهری اقتضا میکرد که وسایل ارتباطی و فرستادن و گرفتن چیزهای گوناگون در ایران رواج پیدا کنه، به همین علت ما پست و واژه پست از ایران در اومد و اینو اختراع ایرانیان بود که به یکدیگر چیز بفرستن. و پس از اون دیدیم که چاپارها در راه شاهی تردد میکردن با اسبهای تندرو و نامه ها و بسته های مهمی رو جابجا میکردن. جاده سازی گفتیم از ویژگی های دیگر ایرانیان است که جاده بزرگ به حالتی که امروز اتوبان های جهان ساخته میشه نخستین بار توسط ایرانیان به همون جاده شاهی معروفی که در دوران داریوش هم وجود داشت و سازندگی های دیگه ای که در دوران داریوش شد، یکیش همین جاده سازی بود. باز این هم شما دیدید که از ایران به همه جای جهان صادر شد که جاده های بزرگ و وسیعی که کاملا قابل استفاده برای دنیای اون روز توسط اسب و گاری بود ایجاد شد. سپس اومدیم گفتیم که استخراج متال یا مواد فلزی از سنگ ها باز توسط ایرانیان انجام شد و به همین روی میبینید که برنج یا همون برنزی که از اون برنج واژه‌ای که در اروپا به کار میره، قلع و روی و آهن و مس و چدن رو ایرانیان اومدن استخراج کردن و از اونا وسایل بسیار متنوعی ساختن که خیلی خیلی پیش از نقاط دیگر جهان بوده. بعد اومدیم گفتیم در سیستم اداری و دیوان سالاری باج و مالیات رو ایرانیان گذاشتن، گزیه یا همون که بعدها مسلمان ها اومدن ازش استفاده کردن و بر اقوام غیر مسلمان، بر افراد غیر مسلمان ایرانی و غیر ایرانی در نقاط دیگه جهان هم قرار دادن. جزیه از گزیه ایرانیان اومد که یعنی مجازات گران فروشی بود این گزیه در ایران، اما پس از اسلام این به عنوان مجازاتی برای غیر مسلمان بودن استفاده شد و از افراد غیر مسلمان هر ماه یک مبالغی پول گرفته می شد برای اینکه غیر مسلمان اگر می خواهند بمانند. بعد پس ببینید که ما در نشست پیشین راجع به مسائل خیلی مهمی صحبت کردیم و بعد اومدیم راجع به بایگانی هم صحبت کردیم که گفتیم نخستین بار در ایران در تخت جمشید شما بایگانی رو دیدی به صورت الواح خام، به اصطلاح خشت های خامی که بر آن اطلاعاتی نوشته میشد از تمام کارگرانی که در
ساخت تخت جمشید بودن، سپس در کارمندان اونجا بودن و در نگهداری و گرداندن تخت جمشید دخالت داشتن. ما به حالت فیش حقوقیشون در واقع میدیدیم که حقوقشون چقدر بوده، دستمزدشون، پاداششون، مرخصیاشون، همه اینا بر الواحی نوشته میشد. برای هر کارگری یک لوح وجود داشت اونجا و این شد پایان، یعنی شد پایه‌ای از بایگانی در جهان، که شاهنامه همونطوری که ما بعدا میبینیم از بایگانی هایی که از فرهنگ و تاریخ ایرانیان رسیده بود، همینطور نسل ها پس از نسل ها به اصطلاح بایگانی های شاهی بود، در نتیجه شاهنامه هاش خدای نامه هایی بودن که از بایگانی های تاریخ و فرهنگ ایران رسید به زمان فردوسی، و فردوسی اومد از چند خدای نامه استفاده کرد و شاهنامه رو به شعر در آورد. بسیار خوب، ما امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چگونه فرهنگ شهرنشینی رو ایرانیان ایجاد کردن و به سایرین آموختن، و یک نکته مهم دیگه که امروز راجع بهش حتما گفتگو خواهیم کرد این که واژه ترک یک واژه ایرانی است، هیچ ربطی نداره به ملل غیر ایرانی و توسط ایرانیان بر تباری نامیده میشدن، و پس از اون میخوایم به آقای دکتر برامون صحبت بکنن که این ترک چیست و ترک ها کی هستن و آیا ما با اون ترک های آسیای میانه نسبتی داریم، مغول هایی که حمله کردن به ایران، زردوست و سلجوقیان، خوارزمشاهیان یا نه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، شما و این شما و اینم بحث امروز و همیهنم. بانوی گرامی، من از شما سپاسگزارم که این گفتگوهای پیشین رو بسیار خوب فشرده در ساختار یک پیش گفتار خوب به گفتار اکنون من گفتید. خب من مانند همیشه به آیین سربازی و با گرایش به اوستا، به آیین سرباز ایرانی با گرایش به اوستا، گوهری از گوهران اوستا را من آرایه گفتگوی خودم کردم. اون یک رازی از اوستا، فراز بسیار بسیار دلنشین ایرینم خبرنو یزمیده. میبینید نام ایران را در اوستا بارها گفتم، بار دیگر بگویم، نام ایران هرچه باشد میبایستی از اوستا باستانی تر و کهنه تر باشد، زیرا که میبایستی پدید آمده باشد که سپس در اوستا نوشته شده باشد. سالهای اوستا را، زیست اوستا را هر چند که میخواهید به شمارید، آنگاه خواهید دید که نام سپندها، همایونی و گرامی ایران باستانی ترین، دلاویز ترین و کهنه ترین و سنددار ترین، دارای بنچاک است، بنچاک دار ترین نام کشور در گیتی است. برای هم اوستا میگوید ایر یعنیم خبرنو یزمین. فر در پهلوی همون خبرنوست، انبوه نیکی ها، خوبی ها. آنچه که شما بانوی گرامی در همین ساختار پیشگفتار بر گفتگوی کنونی من گفتید، همش خوبی ها، همش فر یا به گفته اوستا خورنه یا خورنه بود، خورنه دیگه بگیم که خورنه بود. هرچه هم که پس از این خواهد همین جور است. میدانید گفتگو رو همیشه من تلاش کردم و تلاش هم باید کرد که کوتاه بگیم. بسیاری از این چیزهایی را که ما اکنون میگیم و کوتاه هم میگیم، دردمندانه و شوربختانه بر ایرانیان پوشیده نیست، پوشیده هست، پوشیده مانده است. انگیزش هم این است که آموزگار بد، آموزگاران ناراست و تباهندیش و تبهکار، آموزه های راستین، باورهای درست، پژوهیده، خردمندانه رو با زهرآگین کردن مغزهای ایرانیان، تابونستان در پس غبارها، بگم که آوارها نهاده. انگیزه این گرفتاری، این زبونی و خاری، این
دست بزرگ، این ننگی که امروز بر پهنه ایران چیره شده است هم همین است. اگر نه هیچ مردمی آن ستمهای گوناگون را که شما در این چند سال میبینید بر خودشان نمیکنند. هیچگاه کسی نمی آید خانه خیش را آتش بزند که ایرانیان کردند این کار را. یعنی آن چرا 15 سده پیش از شنزارها بر ایران روا داشتند، آموزگاران ناراست کاری کردند که دوباره همین همون خواسته های آنان را به سر خیش آوردن. اینها برای این است که دانش هایی که میگم دانش دیگه، دانش هایی که میبایستی به جای بیدانشی ها بشینه در پنهان نهاده شده است. من باید بیایم که یک سرباز ایرانی هستم و از نمیدونم رخت و پیشم به دست چه بگم، بگم هم میهنان از ایران رانده شدم، در برون مرز ایران شناسی بخوانم، اونگاه بیایم بگویم که شوربختان ایران به شما نگفتن که ما ایرانی هستیم و چیزی به نام ترک نام ایرانی است. باید اینو من بیایم بگویم. حالا 40 سال پیش یا در این 40 سال پیش کسی نگفته است. امیدوارم با همینی که ما میگوییم، ما از این نمیدونم پنجره که بر روی گشوده شده است به سوی مردم ایران که بیشتر به ناراستی یا گوش میکنن، باورشون بشه و بیش از این تلخکامی و ستم و سختی خودشون نیاورن. خب اینم من مانند یه پیشگفتار گویا گفتم. بار پیش من به شما گفتم، گفتم چیزهایی که من نمیگویم که من یک شگفتار میکنم، چون دانشی را که آموختیم در اون دانش میگوید که شما کشوری را به نام روسیه میشناسید، زبانی را به نام روسیه میشناسید، این نادرسته. کشوری به نام روسیه و زبانی به نام روس نیست. این نام نام بیگانه است بر این کشور و بر این زبان. روسلاگن سوئدیان هستند. روسلاگن دسته ای از وارنگیان هستند. نگاه کنید در اینترنت امروز در جهان هستیم و خواهید دید که وارنگیان آمدن نام سوئدی روسلاگن رو بر این زبان گذاشتن که زبانی نبود، مردمی به این نام نبود. این است که شگفت زده نشوید. یا اینکه نمیدونم مردم میرفتن در آسیای از آسیا کوچیدن، حالا به شمشیر پای پیاده یا پای برهنه یا هرچی رفتن در شهرهای نمیدونم ارز روم، ارزنگان، نگاه میکن دیگه این شهرها را، بیتریس، نمیدونم کارشهر، گونیه، این شهرها را میشنوید دیگه اینا کدامشون نام ترکی داره، یا نمیدونم آنکارا یا کنستانتیناپول یا نمیدونم سفران پول که در اونجا زعفران کاشتن، به زبان یونانی گفتن اینجا شهر زعفران، سفران پول، پول میشه بعد شهر، به شهر به یونانی. خب رفتن در نشستن، نه نام داشتن نه زبان داشتن نه گذشته ای داشتن. هنگامی خودشون رو به زبان تازی بچه ما میدن عثمان. پس از اون 1921 یک کسی که سپرده نشانده جهانیان بود آمد، مصطفی کمال بهش میگفتن، آمد آنجا و نام 1921 نام اونجا رو گذاشت ترکیه. ایه پسوند ایرانی اوستایی است، مانند هیما یا هیمه میشه سرد، ایه میشه جا، پسوند ایرانی است. محیه، زعفرانیه، نمیدونم جوادیه، ایه ها رو میبینید در ایران بسیار روی واژگان تازیه. مثلا محیه نام اوستایی است و در زبان سانسکریت هم هست، این که گفتم هیمالایا، این ایه اونجا آمد، گذاشتن ترکیه. این نام ترک یکی از نژادهای ایرانی است. گفته ما گویما در باستان هست، در باستان تر از باستان هم است. برای این نام را من پیش کشیدم، زیرا که این نام از نامهای بسیار بسیار کهن و باستانی است. من اکنون اینجوری نمیخواستم گفته بکنم، اما اکنون یادم آمد این را بگویم که شاهنشاه همایونی، شاهنشاه داریوش بزرگ، که گمان نمی کنم روانش هم شاد باشه از دست این مردمی که بر کشور او دروغ، خوشسالی و دشمن هر سه راه کردن. آفرین به این مردمی که به اون سرزمین مزد آفرین این ستم ها را می کنن. ایشان در فرمانهای یعنی و همایونی و در زبان سپندهای خیش که به زبان آریا هست میفرمایند که اگر میخواهید که بدانید که من بر چند مردم فرمان فرما هستم،
نگاه کنید به کسانی که تخت شاهنشاهی برا بر سر گرفتند. در آنجا نمایندگان 25 مردم جهان را شما میبینید که خجسته تخت شاهنشاه همایونی را به نماد سروری ایشان، به نماد فرمانفرمایی و جهانبانی ایشان بر سر گرفتند. نام های آنان با چهره ها و رختاش در تخت جمشید گرامی هست. در میان هیچ کدام از آنان نامی به نام مردم ترک نمیبینید. خب کجا بودن اینا اون زمان؟ یک نسک دیگه ای هست، از نسکای کهن است. اینو یهودیان نوشتن، نامش تورات است. در آنجا نام ایرانیان بسیار درخشان از شاهنشاه خشایرشاه در اونجا، از شاهنشاه داریوش بزرگ در اونجا، از شاهنشاه خب من شاهنشاه میگم، اما خب شاه بود، از کورو شاهنشاه در اونجا هستن، شاهنشاه ارتخشیر یا اردشیر بزرگ در اونجا هستن، نمایندگان ایرانیان، تیره های ایرانی همه هستن. این نام را هم در اونجا نمیبینید. اگر بودن در هنگامی که در اون هنگام اگر بودن نامشون را میدید. از کسانی که نوشته های باستانی دارن و درباره ایران نوشتن، نسک هیستوریای هرودوتوس که درباره ایرانیان هست، بسیار بسیار زیاد درباره سکان نوشته است. بسیار بسیار زیاد درباره سکان نوشته است. اما شما باز هم از ایشان که درباره آسیای میانه که شما ازش نام بردید، فرس آسیا، آسیای دور، آسیای میانه یا خاور دور، خاور میانه، اینها باز هم از این مردمی با این نام گفتگو نمی‌کنید. اینا کجا بودن؟ نبودن دیگه، اونجا نبود. یه چیز دیگه ای هم هست که من باستان شناسی خواندم، زیرا که ایران شناسی که بخوانید باید بخشی را به باستان شناسی ویژه بگردانید، و باستان شناسای آسیای میانه چون به دست روسیان افتاد، روسیان مردمی دانشور و نمیدونم آگاه و بازار در دانش نیستن، هیچ کارن تو اینجور چیزا، اما جرمن ها که با اونا همکاری میکردن و اینا که خوشچین دانش جرمنان هستن، مانند بارتلورد نمیدونم، رودنکو نمیدونم، اینها کارهای شگرفی کردن. میگم باستان شناسی در دست اینها بود. است رودنکو همون کسی است که انبوب یا قالین، انبوب یا قالین ایرانی ها به نادرست فرش میگن، فرش همه چی هست، گستردنی میشود. اما انبوب یا قالین که درست است، ایرانی ها باز قالین میگن، در خراسان قالین میگوین، گال مو هست، به مو میگن گال، یه گونه ای از مو را گال میگن، گال یعنی موین یا پشمین یا نام دیگری، اما نمیشود. اون در فردوسی هم گیل و کلیچه اون نمدی را میگوید ایرانیان بر سپر می نهادن و که تیر بهش فرو نرود، از همون گیل یا گال، از همون هست. امروز این واژه در اردبیل هست، در موهای سر، موهای اندام را در اردبیل گیل میگوین، که خب منم اردبیلی هستم و اون واژه واژه ایرانی است. هرودوتوس از این مردم نام میبره، مردمی که رودنکو قالین آنان را پیدا کردند. قالین رو چون در جایی به نام پذیریک پیدا کردن، قالین پذیریک میگوین. برخی میگوین که این قالین قالین هخامنشی است. بسیار خوب در دوران هخامنشی باشد، اما این که میگوین باستانشناسی از رودنکو نام آوردن، که باستانشناسی هم در سراسر آنچه که به نام آسیای میانه میشناسید، میشم گفتم به نام مغولستان میشناسید، اولان باتور پایتخت مغولستان بیرونی و مغولستان درونی پشت و روی هر دو دیوار چین، و نظرم این دیوار چین برای این کشیده است که مردمی به نام ترک نادرست امروز به مردم دیگه به درون شهرها رخنه نکنن، برای اینکه اینا شهری نبودن و شهرها را آتش نابود میکردن و ویرانگر بودن، نیست که دیوار چین برای این کشیده است که این مردم به شهرهای چینی رخنه نکنه. به هر حال باستان شناسی هم در آنجا نشان نمیده اینا در آنجا بودند. در نوشته های میگم بازم چون در اون هنگام گفتگو کنیم، باز هم من پناه میبرم به نوشته های رهگشای شاهنشاه همایونی روانشاد، شاهنشاه داریوش بزرگ، که به راستی در
ایران شناسی گفته های ایشان راه برد بسیار خوبی داره، کار آمده، کارسازه و رهنمون بخشه. در نوشته های این شاهنشاه های گران سه تیره از سکان نامیده میشه. سه تیره از سکان، نام ترک را اونجا بگذاری مکرون، سه تیره از سکان. ایشان در نوشته همایونی خودش سکا هوماورگا، سکا اوپرازرایا، سکا همون فرادریا اوپرازرایا، سکا تیگرخودا نام. تیگر خودا یعنی خودهای کلاهان خود دیگه، کلاه جنگی که در زبان انگلیسی هم هود میگوین همون واژه است. چهره های اینا هم که بار پیش من گفتم در تخت جمشید که نمایشگاه مردمان جهان، نمایشگاه همه چی هست که دیگه گفتگو نکنه، در اونجا هست. و یکی از پادشاهان سکه‌ای به نام اسکونکا در آنجا در بند ارتش شاهنشاهی سپنتای هخامنشی گشته است و دستای او در برابر چهره همایونی شاهنشاه بزرگ و دلاور شاهنشاه داریوش بزرگ دیده می شود. ایشان سکان تیگرخودا هستند و سکان هوماورگا هاوما همین واژه است که در سانسکریت سوما میگویند و یشت یکی از یشتای اوستاست و گیاه سپنتایی است که در لاتین بهش افدرین میگویند و از گیاهان آرامش بخش است. این افدرین فرمول لاتینی همین گیاه هاوما یا ساوما در سانسکریت هست و یک بخش از به نام هومیشت است، برای اینکه این گیاهی بود که در هنگام های نیایش نوشابه ای از آن فراهم میکردن که در سده های نزدیک بهش آبزور یا آبزپو هم میگفتن، نوشابه زرد رنگی درست میکنه و اندکی آرامش بخش هست، اندکی همهوشبر میتواند باشد. این است که دسته ای از سکان آن گیاه هوشبر رو در چادرهایی که داشتن بر روی سنگهای داغ میپخشیدن، پخش میکردن و بو میکشیدن و اینا سکا هوماورگا، یعنی کسانی که برگهای هوما یا ماده هوشبر را به کار میگرفتن و خالکوبی هم میکردن که شاهنشاه گرانمایه داریوش بزرگ اینهایی که اینجوری خالکوبی میکردن یا در چادر مینشستن ایرانی هم هستن اینا و پی در پی به شهرها تاخت و تاز میکردن و کشاورزی نمیکردن و بهره های کشاورزی رو با زرهایی که از آلتایی در می آوردن. آلت میشود پایین، زبان ایرانی است. این که در زبان که امروز ترکی میگن آلتین یعنی زیرین، این واژه مال اونا نیست، مال سکان هست. این که واژه زر که خب در لاتین اورو نمیدونم گولد و نمیدونم زلاتوی جلات نمیدونم اینها شد، از همین چیز است که خب سکان یکمین کسانی بودن، همین تیره ستیره ای که من بگویم همینا کسانی بودن که زر زر می آوردن و ساخته های زرین اینان باور نکردنی زیبا، باور نکردنی بسیار هم زیاد. مایل هستین که این تصویر سکانو ببینیم؟ خب آره خوبه، نشان دادنش خوبه. اگر که ما بتونیم از آقای آرش خواهش میکنیم که این تصویر سکانو که آقای دکتر برشون فرستادن رو نمایش بدن که مردم بدونن که ما داریم، همیانانمون بدونن داریم راجع به کیا صحبت میکنیم. داریم راجع به سه قوم سکاها صحبت میکنیم که زر استخراج میکردن، به شهرها حمله میکردن پی در پی و در چادر زندگی میکردن و گیاه هوم رو مصرف میکردن، هم به صورت نوشیدنی، هم خالکوبی، هم به صورت استنشاقی. و اگر که ممکن باشه ما میتونیم این تصویر رو با هم ببینیم و پس از اون اگر که آقای دکتر موافق باشیم بریم یک کلیپ از کلیپ های رنسانس ایرانی رو ببینیم و برگردیم و این دنباله سخن رو با شما داشته باشیم. برگردم به این که چرا شاهنشاه از تیره سکه گفته میکنه. تنها کسی که در جهان از این تیره به نام سگ نام میبره
نخستین و تنها کسی که نام میبره همین شاهنشاه همایونی، شاهنشاه روانشاد، شاهنشاه دلاور، شاهنشاه داروش بزرگ است. در اوستا که میبایستی پیش از ایشان نوشته شده باشه چیزی به نام سگ نمیبینید در اونجا. اما همین تیره اکنون بسیار مهنده ها این گفته، همین تیره به نام توعیریه، به نام توعیریه نامیده. همین سکان در اوستا نامشون تور هست. چرا اینجوریه؟ چرا ایرانیان نام یک نژاد بسیار پهن، بزرگ و گسترده را که خودشان از اشکام همان تیره آمده بودن را سگ گذاشتن؟ انگیزش این است که به روزگار کنونی شما نگاه نکنید. اکنون نمیتونید برداشت های کنونیتون رو مانندی که به مردم اردبیل یا به من ترک بگویید ببرید نمیدونم به چند هزار سال پیش بدهید. اینجوری نیست، اینا غلطه، اینا نادرست است. به همین نادرست این مردم را خاک بر سر کرده، پای درگل کرده، زبون و بدبخت و برده کرده است. چند تا کفتار پیر جنایتکار یه 80 میلیون مردم چند هزار سال تاریخی که به جهان تاریخدار را که به جهان فرمان فرمایی کردن و شهریگری جهان را بنیان گذاشتن فرمان روا باشه. اینجوری نیست. انگیزه بوده است که سگ نخستین چارپایی بوده است، همچنان که اسب به دست همین مردمی که سگویم که ایرانی هستن دام گشته. دام این خانه را میگوین، خانگی شده. در انگلیسی هم هست، در انگلیسی هم دامستیک میگن دیگه، دام میشود خانه. در اردبیل همین امروز گمان کنم، نمیدونم، شاید 50 سال پیش که من در اون شهر بودم، خانه را دام میگوین. در لاتین هم همینه. این دام یعنی خانگی شدن. این جانوری است که خانگی شده و یکی از انگیزه های پیشرفت مردمان جهان، مردمان جهان همین بوده است که از خانواده گرگ چارپایی زیبنده، تیزهوش، دوستدار، نگهبان، پایبند و راستین را دامی کردند، دامستیک کردند، خانگی کردند. انگیزه بود چینه. برای اینکه نگاه کن ببین در اوستا شما نگاه کنید چه اندازه از این سگ نیکی گفته میشه، چه اندازه ارجمنده. اونگاه میدانید که چرا ایران، چرا شاهنشاه بزرگ روانشاد، شاهنشاه هخامنشی، داریوش بزرگ، آن شاهنشاه دلاور سه تیره را با نام سگ مینامه. تیره‌های هم هست اما سه تیره را با نام سگ مینامه و بخشی از اینا را سکسون میگوین. سون به زبان ایرانی، به زبان سکه، به زبان اروپایی با زبان سکه هست، فرزند میشه. مانند پسر ابراهیم، آبراهام سون، پسر ادیسون، پسر گوستاف، گوستاف سون. اینجوری میشه دیگه، اینجوری میشه. فرزند آرتمیس، آرتمیس سون. اینجوری هم میشه با سون میشه فرزند و زواجیست ایرانی. سکسون می شود فرزند سکان، سکسون امروز هست دیگه. اینجوری هست، این از اینجا هست. دسته دیگر را، دسته دیگر رو میخواید من سخن رو نگه دارم؟ اگر که ممکنه من میخواستم خواهش کنم که ما بریم میان برنامه یه دونه از گروه‌های رنسانس رو ببینیم و برگردیم. نگه میدارم بفرم. فرهنگ ایران شهری مجموعه ای از اندیشه ها و منشی است که برای سده های درازی در عصری که ایرانیان در جهان سرافرازی می کردند و سرآمد و پیشتاز بسیاری ملل بودند، ستون استوار روح و جان قوم ایرانی بود. فرهنگی که ایرانیان را در آن روزگاران در فراز تاریخی خیش قرار داده بود و آبشخور آیین و منش ایرانی بود، در اوستا متون کهن پهلوی، سنگ نوشته های هخامنشی و ساسانی و از همه والاتر در شاهنامه می توان جست. فرهنگ ایران شهری که
بر بنیاد آمیزه‌های برجسته و زندگی سازی چون خردگرایی، دادگستری، آبادسازی، رواداری، آزادگی، شادزیستی و دهشمندی استوار بوده است، می تواند باری دیگر به کار گرفته شود تا روان ملی ما را بازسازی نماید و ما را از این بنبست تاریخی که گرفتارش هستیم رهایی بخشد. خب من گفتم که تیره ای را جای گفتار بسیار شاید در آینده بیشتر گسترده‌تر گفته، تیره ای را ایرانیان به پاس نیکی هایی که از سگ دیده بودن و سگ را دام یا دامی کرده بودن، تیره از تیره های آریایی یا تیره بزرگ ایرانی رو سگ نهادن و فرزندان اونا هم سگسون نهادن که در ارسطا این نام را نمی بینید. در تاریخ جهان یکمین بار شاهنشاه داریوش بزرگ از آنان به نام سگ نام میبره. سپس در زبان یونانی، اکنون خب زبان انگلیسی زبان دیروز، دیروز پدید آمده، در همین زبان هم دوباره از همین زبان یونانی برداشت شده، در چیز هم هست، در اوستا هم هست، ناگفته نذارم که در تورات هم هست، با نام های گوناگون، تیره های گوناگون را کیمر میگوید، اشکناز که میگوید همین هست. اشکناز یهودیان، اروپاییان یهودی را اشکناز میگویند که همون اشک و سگ یک واژه هستند. سوباکو، سبس و سوئون که اصفهان هست، اصفهان نامش سوئون است. زرتشتیان این شهر را سوئون یعنی شهر سکان مینامند و درست هم است. اصفهان نیستش، این نام نادرسته و این نام شرم‌آوره و غلط هست. مردمی نباید زبان شهرهای خودشون از زبان بیابانی ها بگویند. اونجا کاسپین هست و قزوین نیست، اونجا اصفهان، اصفهان اسپه میشه سکان. همچنان که ایرانیان نام اسپا رو روی خودشون میگذاشتن، مانند ویشتاز، مانند لهراز، نام سکان را روی خودشون گذاشتن. میگم گفته بسیار زیاده. یک تیره دیگر رو هم گرگ گذاشتن ایرانیان. واژه ولف که در اروپا هست، هم واژه ورک که در زبان پهلوی هست. خب ورک و ولف یک واژه هستن، ریاله میشن. من چند بار گفتم چون ریاله میشن، این است که در زبان اوستا و زبان هخامنشی ما له نداریم، این است که ورک ولف شده است در اروپا. همین تیره را شما به نام گرگ و دریای مازندران رو در گذشته ها در هنگام های شاهنشاهی پهلوی که اشکانیان را میگویم دریای ورکانیه میگفتن و امروز بخشی از استان، یکی از استانهای فراز خاور خراسان به نام استان گرگان هست، یعنی جایگاه گرگان، جایگاه همین تیره، یعنی ورکان، ورکانیه. و سکستان که خب بار پیشم گفتم اینا چیزای اون هنگام نیست. سکستان که شده است سکان در هنگام شاهنشاهی پنجم، شاهنشاه روانشاد، شاهنشاه دلاور پهلوی که اشکانی هم شما اشکانی میگویید، در اون هنگام زرنگیان های هخامنشی آمدن و در اونجا نشستن و نام خودش رو به اونجا دادن، نام سکستان از اون هنگام هست. یا نام سکس که در امروز در گمان کنم نزدیکای کرمانشاه یا استان کردستان ایران هست، سکس که هست همون نامه. این نامه گفتم که جایگاه های نام سک و نام گرگ را گفتم. گفتم در اوستا نام این تیره رو سگ نمی نامن، نام اون را توره، جایگاهش رو توعیریه می نامن. چرا؟ چون سگ و تور یک سگسان زیست هستن، یک زیست، یک چهارپای، یکگونه هستن. این است که روباه و گرگ و سگ و اینا همه از یک پیکره، از یک جانور برآمده. این است که اوستا آنان را به نام تور می نامه. و این که در شما با آو و نون افزام میکنی توران میگید همینه، توره اونجا شده. تور در زبان زرتشتیان کرمان دد و کوهی را میگوین. انگور توره
انگور روینده در بیرون شهر را میگویند، انگوری که در باغ و بستان پرورده شده باشه. دیم، انگور وحشی یا دیم. آها، آره، انگور دیم. در زبان روسی که خب من ناچارم روسی بگم برای اینکه امروز نامش اونجوری مال اونانی، زبان روسلاگن، زبانی که چند صده نیست پدید آمده و یکی از درمانده ترین زبان ها و بدبخت ترین زبان ها هست و وانده ترین زبان های جهان هم هست، یه نام برای خودشون ندارن، یعنی اندازه انگشت های دست نام برای خودشون، همش یونانیه یا یونانیه یا از مردمان یک جانشین ایرانی برداشت کردن. بگذاریم، در این زبان یک واژه ای هست به نام دوراک. دوراک همین واژه توره است و دوراک و دیوانه را میگوید و این درست است. در زبان مردم گیلان، مردم مازندران و زبان کردکان دلاور و گرانمایه ایران، کردان یا کردکان، واژه توره یا توریدن در چم خشم کردن هست. هر کی توریه بشش خوریه، هر کس به توره بخش یا پورا میخورن پایین بخش خوراک یا هرچی که بگید شما سهم میگید. یا تور دیوانه در گیلان که میگوین یاد چند هزار سال پیش ایرانیان از تیره تور هست که به شهرها میپرداختن و دیوانگی و ویرانی میکردن. و در زبان روسی هم که دوراک مانده همونه. در زبانی که امروز شما به نام ترکی مینامین یه واژه‌ای به نام تولکی هست. تولکی میشود روبا، همون نام تولکی میشود روبا، همون نام توره، تورک همون واژه است که در زبان ایران تورج هم شده و نام مردان هست، همون واژه است. تولکی هیچ واژه ترکی نیست. در زبان ترکی، در زبانی که امروز ترکینا، یک واژه برای جانور ندارن. هیچ جانوری رو شما به نام زبانی چون که به نام ترکی بنامید نمیتوانید بیابید، نیست، چنین چیزی نیست، چون این جانوران زیانده در جای دیگه بودن و اینان برای این جانوران واژه ندارن. روباه را میگویند، همشهری های منم در اردبیل میگویند نه، زبان شما نیست، از زبان ایران است، زبان ایرانی است، زبان اردبیلیان، اردبیلیان ایرانی هست، اون زبان از اونجا. و این واژه دکتر الان اینجا نتیجه میگیریم که ترک از ترک اومده، ترک به معنی روباه یا همون واژه‌ای که تورک و تورج از اون هست. آره، این یک قسمتی از همون سکاها بودن، یه تیره سکه است، یه تیرش رو خورد. سکه که یه کمی بدخو بودن، درسته؟ یه تیره رو، آره، شهرنشین نبودن، بخشی از بخششون شهرنشین نبودن. شاهنشاه ویشتاس یا گشتاس شما میگویم به و که جاشون دگر میکن، از همون تیره سکه هست، از همون تیره است. مادان از همون تیره هستن. بار پیش من یا بارهای پیش گفتم شاهنشاه کیاکسار، شاهنشاه گرانمایه ماد، شاهزادگان مادی رو برای آموزش زبان به سکان میسپاره به هرودوتوس. دانسته میشه زبان هر دو یکی بوده. اینا آمده بودن، یک جانشین بودن، پادشاهی درست کردن، آنان بیابانگردی میکردن، یک جا نمینشستن، از این ور به اون ور، از این ور. نقشه هست، بار دیگه نشان میدم، The Cambridge History of Iran چاپ کرده این نقشه رو. جایگاه های نشست تیره ایرانی سکه تا سیسیل هست، یعنی ایران این تیره را تا سیسیل می توانن دنبال کنن. امروز ایران و باستان شناسی ایران در سیسیل گفتگو میکنه، در کنارهای دانوب گفتگو میکنه. بسیاری از این شهرهایی که شما در اروپا میبینید میشناسید همچنان دانوبی که گفتم نام ایرانی داره. چرا نام ایران داره؟ برای اینکه سکان ایرانی هستن. بار پیش گفتم، شاید هم گفتنش بد نیست، سکان یا همین ترک یا توره به آب دون میگویند. امروز زنده ان این ایرانیان به نام سکه زنده ان و در کافکاز کشور ایران اینا به آب دون میگویند. لندن نامی است که اینا گذاشتن، شهری است که اینا نشستن و لواندون آب ایستاده است. اینا به این شهر این نام را دادن و درست است. پروفسور به این باور را دارد، منم این باور ایشان را میپذیرم. این چیز را کوتاه بگم چون هست آقای دکتر. پروفسور کی؟ پروفسور هارولد بیلی. با این انگلیسی من همیشه به روانش درود میگویم، فروهر او را ستایش میکنم. مرد دانشمند و سکه شناس خوب بود. یک نسلی به نام لندن، لندن همین نام لندن امروزی یعنی سرزمین آب ایستاده. آره، لاوان دون میشه آب، دون میشه آب، لاوان میشه ایستاده. زبان ایرانی
یا سکه میخوای بگی من ایستادم، میگم که اجلاون، من وایستادم. بنابراین یا آب ساده، میگم که دوم لاون. به این به اون شهر به این علت نام لندن یا همون لندن رو داده بودن که اونجا خیلی آب زیاد بوده، درسته؟ به خاطر بارندگی. رودخانه تیمز، تیمز واژه ایرانی به چم خیسی هستش، به چم خیسی هستش. تیمز یا دامر یا دام یا دامر یا تمار یا تمارا، این نام ها رو شما میشناسید، خیسی هستش. این رودخانه تیمز یا رودخانه خیس، این رودخانه نیست، دست دریاست در شهر آمده. این آب ایستاده است در شهر که شما میروید، میگوید لاک در شهر وایستاده است. این درسته، برداشت اون ایرانیان برای این شهر درست بوده، آب ایستاده، چون آب میرود و لاک میشود و میستد و لبان میشود آن سکه. این است که گفتن که لندن. دونهای بسیار زیادی در اینجا هست، کرویدون، ویمبلدون، هندون، نمیدونم اینا بسیار هست از این واژه دون آب هست. اینها این کار را کردن، این نام را گذاشتن. اون چی را که بارهای آینده نشان میدم به شما و میگوییم، گفتگو میکنیم، در انگامای باید باستانی باشه. ما یک کمی آمدیم برای تاریخ ایران. ساسانی دیروزه، شاهنشاه همایونی ساسانی دیروزه، فرمان همایونی شاهنشاه دلاور ایران زمین، شاهنشاه شاپور بزرگ، شاهنشاه نیو و یل ایران زمین. فرمان همایونیش 25 فرمان داره. در یکی از فرمانهاش یک استانی را به نام استان و استانی را به نام ترکستان میشناسونه. اون استان ترکستان و ترکستان، این همین کرمان، همین استان سکستان است. ترکستان نام استانی از ایران است. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه شاپور بزرگ، خواهر شاهنشاه روانشاد شاهنشاه نرسی، خواهرش اتورانهی سکان شاه هست، چون فرمان روای سکان بوده. ما سکان را دو بخش کرده بودیم، چون گفتم در هنگام شاهنشاهی همایونی اشکانی آمدن در سکستان نشستن که امروز سیستانه. در هنگام شاهنشاهی همایونی ساسانی سکان در بالا می نشستن، همینی که تالش هستن امروز، اونا را می گفتن بالاستان. در نقشه های دکمبریچ هیستوری آف ایران نگاه کنید، اینا بالا سکان تیره تالش هستن. تالشان چون سکه هستن، از تیره سکه هستن. ما اینا را سکان می گفتیم، چون سکان دریا دنب هم داشتیم. دریا دنب یا دریا دم سکان سکستانی است در کنار دریای ایران که به نادرست در عمان میگوین ایران. عمان هم یه نقطه پرسش اینجا دارم، ببخشید، به خاطر که ما این بحث واژه ترک رو گم نکنیم، من یه پرسش دیگه که دارم. پس این تورکان که بعدا ترکان نامیده شدن رو ایرانیان به اقوامی از سکاهایی دادن که در آسیای میانه یک جانشین نبودن، یا اینکه در خود ایران بودن و بعدا مهاجرت میکنن به اون سمت؟ خب پرسش بسیار بسیار اون بخشه. این سکان در همه جا بوده. سکان با فرادریا، بالای دریای سیاه می نشست. امروز شما یکم من گفته ها رو شلوغ میکنم. امروز این اوکراین را بینی، اوکرانه، اوکراین، این کشور نام ایران دار. امروز اون اوکراین که می بینی سکه هستن. The Encyclopedia of Ukraine چاپ 1991 دیر نام سکان که نگاه کنید می نویسه The ancestor of nowadays Ukrainian people were Iranian، یعنی اوکراینیان ایرانی هستن. چرا هستن؟ برای که از تیره سکه هستن، در اونجا می نشستن. ما به ترکان به مخصوصا اون قسمت می گفتیم، به خاطر اینکه اونا حمله می کردن، یک جانشین نبودن و اینا، به اون ناحیه خاص ما گفتیم ترک. ما به تا سیسیل بودن اینا، از بالای چین، آسیای میانه رو سیسیل نمیگیم ترکان. نه، ما اون زمان ما در اون زمان نام تیره های سکه رو میگفتیم که نمیدونم تیره سرمت، تیره نمیدونم توعیریه، سکان فرادریا، تیره سکان هوماورگا، سکان تیگراخودا، به اینا این نام ها رو میگفتیم. اما نام همگیر و همگانیشون سکه بوده، تیره های بون داشتن. کوتاه بکنم برای اینکه کمی شلوغ نشه، یا که دیگه شلوغ هم شد. پایان برنامه هم هستیم، شما یه رفتن تا حالا تا برنامه هاین. اینا که از اخشار رفتن، مردم دیگری از بالای سیبری پایین آمدن، مردم دیگری بینامانشان از سیبری پایین آمدن. اینا کسایی هستند که تیره های گوناگون
مردم نبودن، قالاچ، یغور، خرخیز، تخس، نمیدونم اینا، یغور و تخس و نمیدونم اینا که آمدن، اینها را دیگه دوران درماندگی بود. ایرانیان پس از ساسانیان اینا میان، ما اینا را نمیشناسیم، چون جایگاه سکان و توران و ترکان را دارن، ما به اینا میگیم ترک. و امروز این نام، نام ایرانی نیست، مردم دیگه ای داده شده که نبایستید بده، چون برای خودشون نام ندارن، برای خودشون برداشتن اون نام را. ایرانیان یه دسته رو ترک گفتن، یه دسته ترکمان گفتن، مانند اون ترکان هیچ نامش نیست. گفتم هیچ نامی اینا ندارن، نام مردم یک پارچه یک جانشین، مردمان تیره 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 پاره پاره بودن و نام یک مردم دارای نام، دارای خاندان، در یک جا بشینن، شهر داشته باشن، داشته باشن نیست. شما امروز یک من پس یک مختصر اینجا رو جمع میکنم. پس ما الان یاد گرفتیم که ترکانی که در آسیای میانه هستن اقوامی بودن که از بالا اومدن به آسیای میانه و ایرانی هم نبودن، ولی ایرانیان واژه ترکی که واژه ایرانی بود و به اقوامی از تیره استکاها میگفتن رو پس از اون به اینها گفتن، و در نتیجه ترکان آسیای میانه با ایرانیانی که نامشون ترک بود دو تیره جدا هستن، ولی فقط یک نام مشترک باقی مونده. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما ادامه این بحث رو در نشست آینده خواهیم داشت و پس از اون ما وارد بحث منش های ایران شهری میشیم. سپاسگزارم از هممیهنان گرامی که این برنامه رو توجه کردن. امیدوارم که دانشجویان درون ایران از این برنامه کاملا استفاده کنن و به سایرین هم توصیه کنن که اینو تماشا کنن. با امید دیدار تا نشست آینده، خدا نگهدار. خدا نگهدار آقای دکتر. زنده باد ایران. بدرود.